بینندگان عزیز با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقات بهتری در انتظارتون باشه. خیلی خوشحالم که بالاخره بعد از 3-4 هفته رسیدیم به الوعده وفا. با آقای دکتر پروفسور ابوالفضل بهشتی هستیم از اروپا. ایشون چون مسافرت زیاد میکنه، من یه روز در پاریس باشون صحبت میکنم، یه روز در ژنو باشون صحبت میکنم، اینها بهتره که از خودشون سوال کنیم که اوضاع و احوال چگونه است، حال ایشون چطور است. خوش آمد میگیم بهشون و تشکر میکنیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن. آقای دکتر بهشتی خیلی خوش آمدید و ممنونم، و من در برنامه خودم هم از شما عذرخواهی کردم به خاطر اون اشتباهی که از طرف من به اصطلاح درست شده بود، اختلاف ساعت رو به جای 6 ساعت 4 ساعت حساب کردم و شما آمدید و سر وعده و وفا، ولی من اشتباه کرده بودم. از شما باز هم عذر میخوام و باز هم ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. لطف کنید در برنامه قبلی یه مقداری از خودتون گفتید و من متوجه شدم شما چقدر دوستان صمیمی دارید. خیلی ها به ما حمله کردن توی این چند مدت. یک بار دیگه خیلی کوتاه از خودتون بگید تا ببینیم آقای ابوالفضل بهشتی چگونه دکتر و پروفسور شدن و در اروپا چه کار میکنن، تا من در مورد سوالاتی که اینجا نوشتم از شما بپرسم. چون این برنامه به صورت زنده هم پخش میشه از طریق فیسبوک و 6 تا پلتفرم دیگه، دوستان میتونن با ما تماس بگیرن، پیام بذارن از طریق تلفن 202-695-2573 یا روی فیسبوک کامنت و سوالشون رو مطرح کنن، من از آقای بهشتی میپرسم. خیلی ممنون آقای بهشتی، بفرمایید. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم. آقای بهشتی صدا نداریم، چی شد؟ صداتون خوب بود اون موقع. یکی از دوستان بسیار جوان ما کمک کردن به آقای بهشتی که من ازشون تشکر میکنم در به اصطلاح برقرار شدن ارتباط ما، ولی نمیدونم که چرا صدا نیست. میخواین الان صحبت کنید؟ خیلی جالبه، صدا و همه چیز خوب بود وقتی امتحان کردید. الانم من صدایی ندارم اینجا. میخوان یه بار قطع کنم دوباره تماس بگیرم؟ من قطع میکنم دوباره باهاتون تماس میگیرم. دوستان عزیز عذر میخوام ازتون، این مسائل معمولا هست، اشکالات در برنامه زنده، و حالا یه بار دیگه تماس میگیریم ببینیم که چه خواهد شد. بله بله الان صدا هست. الان گوشی صدا دارین؟ الان عالیه. اجازه بدید میخواین گوشی بذارم توی گوشم؟ نه نه، اگه شما صدای منو دارید، منم صدای شما رو خیلی عالی دارم. من هم صدای پس دارم. اوکی، اجازه بدید که بخوایم از شما یه مقداری از خودتون بگید برای دوستانی که احتمالا امروز با شما آشنا میشن، تا بعد بریم سراغ گفتگویی که با شما خواهیم داشت. بفرمایید. درود میفرستم به شما جناب آقای پارسا سربی، میهن پرست و میهن دوست و ایران دوست. درود میفرستم به شنوندگان شاید و حتما بینندگان وفادار شما. بازم سپاسگزارم که بنده رو دعوت کردین در برنامه خوبتون.
مردم تیوی. ما الان اینجا در اتاق فکر اتحادیه اروپا هستیم. سالونی هست که حدود 20 اتاق فکر هستش و اینجا برنامه رو در خدمت شما هستیم. من یه چکیده‌ای که خدمت شما عرض میکنم. دیپلم من فنیه، باز هم این چکیده‌ای که اون بار پیش خدمتتون عرض کردم، رشته پایه مهندسی مکانیک، کارشناسی ارشدم مدیریت راهبردی است و جامعه شناسی، دو تا کارشناسی ارشد، و دکترای من در روابط بین الملل هستش. چندین سال در دبیرستان و کالج فرانسه کار کردم و چندین سال هم در اتحادیه اروپا دانشگاه‌های گوناگون از جمله دانشگاه پاریس جنوبی، لیل، و همکاری خوبی داشتم با دانشگاه KUL، کاتولیک یونیورسیته اف لوون، 25 کیلومتر بروکسل، که الان هم در بروکسل هستیم، نزدیک پارلمان اروپا، و بخشی از کارم هم مشاور قضایی هم در اتحادیه اروپا است. این چکیده ای که هفته پیش هم به عنوان برگزیده شدم به عنوان عضو هیئت مدیره خانه مردم اروپا. این چکیده ایست که میتونم خدمتون عرض کنم. من ممنونم. شما چون اشاره کردید که رشته شما روابط بین المللی، یه مقداری این روزا این روابط بین الملل بحث برانگیز شده، اصلا دیگه رابطه باقی مونده بین این ملل دنیا یا همش رابطه زورگو هست و به اصطلاح مظلوم؟ یعنی یه جوری ثابت شده یا کشورها باید حرف این زورگوها رو گوش کنن یا بیچاره و بدبخت میشن. من حتی صحبت‌های آقای هوشنگ امیراحمدی رو گوش میدم و ایشون همیشه تبلیغ میکنه که اگر میخواین موفق باشید، کشور خوبی باشید، باید شما حلقه به گوش آمریکا و کشورهای بزرگ باشید. و من نمیدونم حقیقتاً ایشون درست میگه یا اونایی که میگن باید مستقل باشیم و افکاری مانند افکار دکتر مصدق دارن. شما نظرتون چیه؟ و این یه سوال اضافی بود که من از شما پرسیدم در رابطه با رشتتون. بفرمایید. من درود میفرستم به دوست خوبمون جناب آقای دکتر علی احمدی. اتفاقاً 4-5 سال پیش مهمان ما بودن در اتحادیه اروپا، چند روز اینجا بودن و نخستین باری که من دیدمشون ایشون رو در بروکسل بود. ببینید، روابط بین الملل، آقای سروی، واقعی روابط بین الملل بر اساس نیرومندی اقتصادی است، نیرومندی نظامی و نیرومندی اجتماعی و جغرافیای سیاسی هر کشوری هستش، هر منطقه. خب امروز روابط بین الملل بر اساس اینه که کشورهای قدرتمند میخوان تسلط پیدا بکنن بر کشورهای بینوا و ضعیف. یعنی روابط بین الملل و حقوق بین الملل تقریبا نوشته شده بر اساس کشورهایی که زورمندند و دیکته می کنند روابط بین الملل. شما کشورهایی که استعماری بودند، یعنی استعمار کردند، مثل فرانسه، انگلیس و آمریکا، به یک نوعی کشورهای کلیدی استعماری، اینها یک نوع روابط بین الملل و بعد از جنگ دوم جهانی، به ویژه جنگ دوم جهانی، بعد از فروپاشی دولت عثمانی و ضعیف شدن مسلمان ها، یک نوع تحمیل کردن به کشورهای دیگه، به ویژه کشورهای مسلمان. اگر بخوایم با این تعریف بریم جلو، روابط بین الملل یک مخلوطی است از خواسته ها
و تحمیلی که کشورهای زورمند برای کشورهای ضعیف دارن. شما شورای امنیت سازمان ملل متحد هم میبینید و تقریبا یه مدار تعدیل شده، میبینید کشورهایی در اصل در شورا هستن یا حق وتو دارن، که کشورهایی هم صاحب نیرومندی اتمی هم ابزار اتمی دارن و اینها تحمیل میکنن شورای امنیت حتی به سازمان ملل متحد هم رفتار خودشون رو، افکار خودشون، برنامه خودشون رو تحمیل میکنن. این واقعیتی است از سازمان ملل متحد. حالا یک مقدار چینی ها قوی‌تر شدند، روس ها حالا به یک نوعی میخوان تحمیل بکنن روابط بین المللشون رو در جهان. این دیگه بستگی داره به اون سالها و به اون منابعی که اینها پیشرفت کردن اقتصادی و نظامی. این دنیای واقعی است و کسی هم که تو این زمینه اقتصادی، جغرافیای سیاسی و نظامی قوی نباشه همیشه تو سر خوره کشورهای قوی هستش. این واقعیت روابط بین الملل. بسیار ممنونم. نظر خود شما چی؟ اگه خواستی قوی بشی بازم میزنن تا قوی نشی؟ آخه این شده اون ما داستان مرغ و تخم مرغ، این یکی بدون اون یکی بدون اون. شما با آقای هوشنگ امیراحمدی هم عقیده هستید؟ البته نظریات ایشون در چند سال گذشته به شدت عوض شده. ایشون حتی طرفدار آقای ترامپ شده بود و کلن آقای امیراحمدی رو من اون آقای امیراحمدی که 20 سال میشناسم نیستن امروز. بیشتر افکارشون میتونم بگم به افکار ساکنین لس آنجلس نزدیکتر شده و بیشتر هم در تلویزیون های لس آنجلسی الان فعالیت میکنن. ولی خود شما باورتون چیه؟ آیا میشه بدون اینکه تو سری خور بود زندگی کرد، مستقل بود، یا همونجوری که شما گفتید چون اینها همیشه فشار میارن و نمیخوان که کسی مستقل بشه هیچ راهی نیست بجز این که وابسته و حالا اسم برده هم نبریم ولی زیر دست اونها باشیم؟ آقای دکتر امیراحمدی دوست خوب ماست ولی همخوانی فکری نداریم. آقای امیراحمدی اینجا که بودن یک مقدار میان رو بودن در تمام زمینه ها، با ایران رفت آمد داشتن، مصاحبه داشتن. همین که شما اشاره کردین یک مسئله پیش اومد برای ایشون، یک حالت، حالا بالاخره یه همکار ماست، تغییر پیدا کردن افکارشون. اینو باید دیگه از خودشون بپرسین چرا تغییر پیدا کردن، از اون میان رویی یک مقدار، حالا افراد نمیتونم بگم، به این سمت کشیده شدند. ولی به هر حال دوست خوب ماست و بهترین ها رو برایش آرزو دارم. من ببینید یک نمونه خوبی رو در پاسخ پرسش شما، در پاسخ پرسش شما، نمونه کشور خودمون به هر حال. خب در اون بخش اول من خدمت شما عرض کردم که شاه، یک مرحوم شاه خدا رحمتشون کنه، یک فرد انسان میهن دوست بود. کسی که میگه غیر از این اشتباه میکنه یا اطلاعات نادرستی داره. حالا و یک نظامی رو ایشون پای گذاشت، یک کادرسازی کرد که در سطح خودش در اون وضعیتی که شاه اومد با اون مواجه شد، با جنگ سرد مواجه شد، با تمام تنش‌های بین کشورهای شرقی و غربی، کمونیسم و
کاپیتالیسم این آقای بهشتی مجددا صدای شما قطع شد. میشه مثلا اون تلفن یا لپتاپ شما بعد از چند دقیقه به چیز میره، به اصطلاح سلیپ میره، اینجوری میشه؟ هر کاری قبلا کردید دوباره انجام بدید لطفا. صدا نداریم الان. میخواین من قطع کنم دوباره زنگ بزنم؟ شاید هر وقت که از نو شروع میشه چند دقیقه این کار رو انجام بدم. نه بازم صدا نداره. فقط شما بس با سر اشاره کنید من دوباره زنگ بزنم بهتون. الان صدا آمد. الان هر کاری کردید صدا آمد. بله این خاموش میشه بعد اینجا. آها این خب خوب شد. به این دوست جوانمون بگیم که در کار استدیو تمام اون خواب و اینای کامپیوتر رو از بین میبرن، میگن که همیشه بیدار باش، همیشه با ما باش، خودشون خاموش میکنن. من حد زدم اینه صفحه که میره روی اسلیپ بعد از 5 دقیقه یا 10 دقیقه، یا زیادش کنید بذارید یه 2 ساعت اینجوری. در اصل خوشحالم که حداقل یه ایبی رو امروز متوجه شدیم و این رو بتونن دوستان حل کنن. بازم از دوست جوانمون تشکر میکنم. بفرمایید الان صدا هست. بله بله. برگشتم به مملکت خودمون، یعنی در روابط بین الملل یک نمونه خوبی در از کشور خودمون. ببینید تاریخی آقای سوریدی، غرب با ایران مشکل داره، یعنی با تاریخ ایران، جنگ هایی که بین روم شد، بین یونان شد، یک مشکل، حالا میشه بگی دشمنی، نمیشه بگیم، حالا بعد از فروپاشی عثمانی یک نوع حالا کینه نسبت به کشور ما دارن. این واقعیتی است که من در اینجا 42 ساله شاهدم. میشه گفت مثل همون کینه‌ای که ما به اسکندر و یونان داریم، با وجودی که از اون بر یه جورایی به خاطر اشتراک فرهنگی خودمون رو باهاشون نزدیک میبینیم، ولی اون به اصطلاح ته دلمون اون ناراحتی هست. بین ایران و کشورهای غربی هم این مسئله هست. بله بله همینطوره. یک پایا پای من. بله شما بخشی که من در اون بخش نخوز که فراموش کردم یا اینکه وقت نداشتیم، کار بزرگی که در زمان پادشاه ایران شد این بود که توانمندی هسته‌ای رو به ویژه آیه که از پایه‌گذاران توانمندی هسته ایران آیه دکتر اکبر اعتماد بودند. حتما شما میشناسیمشون رو، چون در ژنو الان. اسمشون رو شنیدم ولی هیچ وقت شانس این که باهاشون مثلا صحبتی داشته باشم و اینها نداشتم. حتما حتما یه برنامه داشته باشید باشون. یکی از میهن دوستان بسیار بسیار با ارزش ایرانن، در ژنو میهن دوستیشون. اگر من تعجبم چرا با این همه‌ای که توانمندی است رو دفاع میکنند، خدا نکنه که این رو آزارش برسونند. ببینید توانمندی هسته‌ای رو در زمان پادشاه ایران به پیش بردند. غربی ها متوجه شدند که این یک نوع الگوبرداری است از چین، کشور چین. این یک با بعد از انقلابش ما او چوئن لای یه مشاور خوب بود، گفت که این غربی ها به ویژه این فرانسوی ها، انگلیسی ها و امروز آمریکایی ها چه بلایی به سر ما در آوردن، کشور ما رو تبدیل کردن به معتاد، تریاک شده، بخش عمده‌ای که از هنگ کنگ میاد به چین میرسه. خب این ستمی که غربی ها به ما داشتن با سلام علیک و تعارف نمیشه اینها رو مقابله کرد باشون. یعنی ببینیم که بله ما میخوام پیشرفت کنیم و اینها اجازه بدن.
این لای اومد گفت که ما نمیتونیم کشورمون رو خلاص بکنیم از دست غربی ها، باید توانمندی نظامی خودمون رو در حد اکثر ببریم بالا. خب چه کار کردن؟ توانمندی هسته‌ای رو آمدن با یک درایت و هوشمندی خیلی خیلی بالا ایجاد کردن. خب حالا شما میدونین این زرادخانه های چین چقدر قویه و این باعث شد که چین با اون همخوانی که به طور تاریخی با ما داره خودش رو خلاص کنه از این ستم غربی ها به ویژه انگلیسی ها، فرانسوی ها و آمریکایی ها و بتونه پیشرفت کنه. این درس رو در زمان پادشاه ایران محمد رضا شاه گرفته بود. خب مردم باهوش، مقامات باهوش بودن، کشور رو میخواستن خلاص کنه از دست غربی ها. خدا رحمتشون کنه، شاه هم این اشتباهات رو کرده بود، با آقای خمینی بدرفتاری کرده بود و میخواست که آقای خمینی هم برگردن به ایران و این اتفاقاتی که قبلا خدمتتون عرض کردم خانواده ما شاهد بودن، یک صلح آشتی، یک اصلاح طلبی ایجاد بشه که در این حال گیرودار. خب سازمان‌های اطلاعاتی فرانسه، آمریکا و انگلیس متوجه شدن یک نوع همگرایی با آقای خمینی هستش، با علما به ویژه و شاه. حتی شما میبینین من یادمه قشنگ در خمینی آقای سید مصطفی خمینی خدا رحمتشون کنه که یک جوری به هر حال ایشون رو ترور کردن در نجف و آقای سید احمد آقا میامدن 10 سال پیش از حالا انقلاب میامدن به ایران، یعنی میتونستن بیان. یک روز هم که آمده بودن یادمه دیدار آقای پسندیده در خمینی، برادر آقای خمینی خدا رحمتشون کنه، و من اونجا بودم، آقای سید احمد آقا اومده بود، راه باز شده بود. این سازمان‌های اطلاعات غربی نگران شده بودند که این گرایش آقای خمینی که اصلاح طلب، شما مملکت رو دارین، یک نظامی رو ایجاد کردین، بیاین این رو بازسازی بکنین، بیاین این قانون اساسی رو که یک مقدار تقریبا حالت گرایش غربی داره، ما هیچ با پیشرفت ایران و کارهایی که شما کردین هیچ مخالفتی نداریم. یکی از موضوعاتی خیلی خیلی مورد اعتراض آقای خمینی بود کاپیتولاسیون، که هر سرباز آمریکایی یا کشورهای دیگه که نفوذ داشتن در ایران هر خطایی میکردن، هر جنایتی میکردن، نمیتونستن در دادگاه‌های ایران محاکمه بشن. و این برای کشوری مثل ما که صاحب هزاران سال تمدنه سخت. اینها شروع کردن به افراطی کردن جامعه ایران. یک افراطیگریش از ساواک شروع شد، ایجاد سازمان امنیت، سازمان اطلاعات و امنیت. شما من رفتم بازدید داشتم از اون گروه، اون بخش کمیته سازمان اطلاعات و امنیت که الان به موزه عبرت، شنیدی شما نام گرفته؟ همین نیست که عکسای آقای خاتمی هم هست که رفتن اونجا دیدن؟ آقای خامنه‌ای اینجا شکنجه شده، خیلی ها روحانیون، غیر و روحانیون، روشنفکران شکنجه شدن. اون کسی که بازدید رو برای ما گذاشته بود گفتن اینجا خیلی عجیب و غریبه، اینقدر این ساختارش وحشتناکه، اینو کی ساخته؟ گفتن این ساختار اینجا که کمیته ساواک بود، این رو معمارش انگلیسی ها بودن، فرانسوی ها و اسرائیلی ها و آمریکایی ها.
وحشتناک شما موقعی که میرین میبینی، درست هم موزه عبرت رو گذاشته بودن. شاه خب اون گرایش آزادی سیاسی رو داشت، ساواک آمد با هم دستی غرب، کشورهای غربی به ویژه فرانسه و انگلیس و آمریکا، ساواک رو تبدیل کرد به یک گروه شکنجه‌گر که جلوی آزادی ها رو بگیره، جلوی آزادی های مدنی رو بگیره، گروه های سیاسی رو مقابله کنه باشون. این از دست شاه خارج شده بود. یعنی میخواین بگین ساواک ناخواسته به اینجا رسید؟ بله بله، با پشتیبانی کشورهای غربی. شما موقعی که میاد اون کمیته مرکزی ساواک رو میسازه با اون معماری وحشتناکش، این بر میگرده که اینها میخوان جامعه رو افراطی بکنن، یعنی جامعه مذهبی و جامعه ای که حاکمیت به دستشه پادشاه ایران. این رو سندیت هم داره، شما میرید میبینید که کسانی که آموزش دادن به ساواک رو، اینها اسرائیلی ها بودن، انگلیسی ها بودن، آمریکایی ها و فرانسوی ها، سازمان های اطلاعاتیشون. از اون ور هم آقای خمینی در نجف که تشریف داشتن، خب روحانیون آخوندهای انگلیسی ساز اونجا هم ساختن برای انگلیس. ترساد اونجا همین شیرازی ها یک نوعش رو هم دیگه که در لندن بعثه دارن، دفتر دارن، اینها رو فرستادن در نجف. و توطئه، ببخشید منظورتون آیت الله شیرازیه نه؟ با هوا بله، آیت الله شیرازی که ایشون بعثه داره، یعنی ایشون یک سازماندهی و پشتیبانی مالیش از انگلستانه. حالا هم خانی هایی که با این گروه ها دارن، گروه های مسلمون یا گروه های مذهبی به ویژه روحانیون رو به یک نوعی تحریک میکردن. آقای دکتر بهشتی، من عذر میخوام از شما، این ادعای خیلی بزرگیه. شما حاضر هستید اگر کسی از دوستان یا طرفداران آیت الله شیرازی مایل باشن در این مورد صحبت کنید که شما میگید ایشون به اصطلاح یه جوری از طرف انگلستان سپورت میشه؟ متاسفانه صدای شما باز رفت. بله بله، الان خوب شد. خیلی ممنونم. یکی اسم اون کشورم نمیارم، اون جایی هم که یه جایی ساختن به نام یک حسینیه، گفتن که این گروه ها خیلی افراطی شده بودن در سینه زنی، در اون چیزی که در شأن امام حسین نیست، در شأن خاندان پیامبر نیست، اون حادثه کربلا. یهو آمدن یه حسینیه با یک وضعیت خیلی خوب، مدرن، هیچی هم نداشتن. حدود 5-6 سال پیش همه هم تعجب کردن. اینها ما جستجو کردیم که اینا چطور اینطور تونستن حسینیه رو بسازن. اسم اون کشورم نمیارم، شیعه هم هستن، البته بخشی از مردم شیعه هستن. یک روحانی که پیش بند سیدم داره با من سایت هست، اینا خیلی ها کشورهای غربی از این پیشفند خیلی استفاده میکنن و سوء استفاده. گفتن که بله این هزینه هاش رو از طرف طرفداران آیت الله شیرازی در لندن هزینه شو پرداختن، این موثقه. حالا شما ببینین هر چیزی رو که افراطی بشه در یک کشوری، این یک پشتیبانی برون مرزی داره و دشمن آنن هستن هر چیزی رو افراطی بشه. حالا این به جلو که میریم، جامعه رو افراطی کردن، ساواک افراطی کرد جامعه رو، از اون آزادی های سیاسی هی کمتر کرد، هی تنگتر کرد. کسانی بودن که در نجف، در قم تحریک میکردن، خوینه ها پشتیبانی سازمان جاسوسی رو داشتن. حتی خود آقای خمینی هم یک نوع کینه داشتن با خانواده خود آقای خمینی و روحانیون بلند مرتبه. شما یک نمونه شه، آقای اسد مصطفی در حوزه علمی قم، آقای که میخواد
درس فلسفه بده یا فلسفه بخونه، ایشون رو به عنوان یک کافر تلقی کردن در حوزه علمی قم و حالا حوزه نجفی کار خودش رو داره، لبنان هم همینطور. ببینید این دوران پادشاهی ایران یک سازماندهی ایجاد شده بود، آقای خمینی هم این تلاش رو داشت هر آقای و پادشاه ایران این نزدیکی رو با هم داشته باشن و شاهد بود، این خانواده ما شاهد بود حداقل که این نزدیکی داره انجام میشه. خب این جامعه رو افراطی کردن تا اینکه اینقدر افراطی شد، اینقدر افراطی شد که رسید به یک شورش و انقلاب، کمونیسم، انقلاب اسلامی سال 1379 57 به خورشیدی. خب اینها غربی ها اون پوزول قطعات خودشون رو آماده کرده بودن. شما ببینین یکی به نام آقای مسعود رجوی میاد در زندان در ساواک در صورتی که پایه‌گذاران سازمان مجاهدین خلق آقای بدیزادگان، آقای حنیف نژاد، اگر دوستان اگر به من کمک کنید نام های دیگر هم بود، بچه های خوبی بودن، موسی خیابانی، آقای موسی خیابانی، ولی چرا آقای مسعود رجوی در زندان ساواک اعدامش نمی کنند و این زیر سوال میره و چرا ایشون اعدام نکردن؟ خب ببینید سازمان های جاسوسی میان روانپزشک دارن، روانشناس دارن، میبینن که این آقای رجوی مشکلات بیماری های فراوونی داره از نظر خیلی کار. حالا میبینید دیگه کمپ اشرف چه بلایی به سر اون خانم ها داره و سر آقایان داره برده. خب اینو میگیرنش، میگن ساواک میگه اینو هیچ کاریش نکنی. و این طرفداران سازمان مجاهدین خلق رو میبرن آهسته آهسته در پوزه رجب، یه گرگی مثل رجب. رضایی ها، برادران رضایی رو شما یادتونه؟ بله بله بله، توی حمام اینها رو ترور کردن. اینها عموشون از روستای پدر من بود، محلاتی هم، یعنی زادگاهشون محلاته، اومدن در تهران زندگی کردن. اینها از نظر مبارزه کردن، حالا سازمان مجاهدین یک ترور کرد، یک ترور جنرال. به هر حال ترور هیچ جایگاهی در اخلاق نداره، هیچ جایگاهی در مذهب نداره، به ویژه در مذهب خودمون. خب مسعود رجوی اونجا، برادرش هم اینجا شناخت داشتن ازش، در ژنو فکر می‌کنم زندگی می‌کرد. دیدن اینها ابزار خوبی هستند که سازمان مجاهدین خلق رو افراطی بکنن و بکشونن به این چیزهایی که امروز داریم. یه عده‌ای رو از خود این طرفداران قربانی این افرادگرایی یا دیوانگی یا مشکلات روانی همین آقای مسعود رجوی کردن. از جای دیگه هم اون قطعه مثل بنی صد، ابوالحسن بنی صد هم مشکل، یعنی پدرش موقعی که شما یه لباس قشنگی میپوشید تو خیابون توی همدان که میرفت، پدر ایشون خود از خود آقای بنی صد شنیدم که ایشون اعتراض میکرد، تو اینجوری خودت رو چیز کردی، خیلی لباست اینجوری میخوای بپوشی بری دخترها مثلا بهت نگاه بکنن. خب این در جوانی یک نوع حالا کینه، یک نوع دیده خوبی نسبت به روحانیت نداشت آقای بنی صد، ابوالحسن بنی صد. خب اینجا هم سازمان های جاسوسی به ویژه فرانسه این رو به عنوان یک قطعه آماده کرده بود از جمله آقای رجوی. خب حالا گروه های مثل توده‌ای ها، اینها دیگه تو جامعه ایران خب خیلی هم روشن فکر بودن ولی دیگه اون جایگاه رو نداشتن، روحانیت داشت، حالا هم داره حالا، و ولی گروه های چپی مثل چپ های فدایی اینها به هر حال جوانگرایی داشتن. زمانم دیگه جنگ سرد بود، جنگ میان کمونیسم و کاپیتالیسم بود، یک مدی بود، یک رسمی بود چپگرایی و
مارکسیست لنینیسم. ولی صدر اینجا یه قطعه خیلی خوب بود آمادش کرد. حتی شما اگر یادتون باشه من دوران سربازیم رو در هنگ ژاندارمری بوژنور میگذروندم. خب اونجا من مخالفت میکردم با کشتار، حتی یک بار یک کمیته ضربت بود، به گروه ضربت بودن، میخواستم برن به درگه است. چون من فرمانده کردان بودم گفتم شما حق ندارید. این قبل از انقلاب بود آقای بهشتی؟ چرا؟ بله قبل از انقلاب بود یا؟ بله بله من بله. یک سال نیم پیش از انقلاب سرباز بودم اونجا و در ژاندارمری، هنگ ژاندارمری. از البته من درگز بودم چون خیلی فعالیت داشتم، منو بردن به اوچان، اوچانم دیدن خطرناک شدم، منو بردن به هنگ ژاندارمری بوژنور. اونجا خب به سربازا میگفتم گوش بدید بی بی سی رو، نمیدونستیم بی بی سی چه بلایی برای مردم ایران. آقای بنی صدر رو پروفسور دکتر بنی صدر خطاب میکرد، گفتیم با آقای بنی صدر. بعد پیشفند سیدی هم میارن، خب ما سادات در ایران مورد احترام هم، خب سادات دکتر سید پروفسور سید ابوالحسن بنی صدر، خب در بی بی سی ایشون پروفسور در دانشگاه پاریس. در صورتی کشف کردیم که ایشون یک لحظه دانشگاه تحصیل نکرده، تدریس نکرده. دوست صمیمی من آقای جوزه سکیرا که به سال پیش هم ایشون پرتغالی بود و عضو اتاق اتحادیه اروپا بود، ایشون رحمت خدا رفت، گفت این آقای بنی صدر هم دوره من بود در کارشناسی ارشد در دانشگاهی که دانشگاه پاریس. میگفت که این رفتار آقای بنی صدر برای من یک حالتی داره و من اگر میشناختم میگفتم چجور این آمد یهو رئیس جمهوری شما شد. آقای پروفسور سکیرا به رحمت خدا رفت، اینجا در کمیسیون اروپا یا اتاق فکر کمیسیون اروپا کار میکرد و بازنشست شد، رفت رئیس دانشکده اقتصاد لیسبون شد. چند وقت پیش هم یکی از این دوست همکاران من گفتم چند بار ایمیل برای آقای سکیرا میفرستم پاسخ نمیده جوزه، گفت ایشون خانمش به من گفتن که از کرونا درگذشته و خیلی غمناک بود. ایشون میگفت که آقای سکیرا جوزه میگفت عجب چطور اومده رئیس جمهور شما شده آقای بنی صدر، با شناختی تو هم دورش بوده. گفت که آدم ویژه‌ای بود. و شما ببینید آقای مسعود رجوی که باید بره و معالجه بشه پیش روانپزشک روانشناس و آقای بنی صدر با این تندی که پدرشون به عنوان روحانی آیت الله بزرگ نسبت به رفتارشون داشتن، خب اینا رو سازمان اطلاعاتی میان این قطعات رو میارن جمع میکنن پس از انقلاب و این کشت و کشتاری که با اون قول این آقایه که از کسی میگو اسمشم نمیارم، میگفت از اون مدرسه علوی ما دیدیم این از ناودان به جای آب خون میریزه پایین. خب یه تعداد از افسران بلند پایه رو در صورتی که اگر این صلح و آشتی انجام میگرفت هیچ به اینجا کشیده نمیشد، انقدر خشونت ایجاد نمیشد. پس از انقلاب این طرفداران سازمان مجاهدین خلق قربانی نمیشدن، قربانی این کسانی مثل مسعود رجوی. این خانومی اون خانم آقای ابریشمچی، اتفاقا خانم پدر آقای ابریشمچی، من از خمین می آمدم 10 سال پیش از انقلاب دانش آموز بودم، در قم سوار شد، بغل من نشسته بود، ایشون از قم سوار شد، من از خمین می آمدم، با هم صحبت کردیم و اینها. ما یه مجله‌ای داریم که همکاری داریم، ما پدرشون آقای ابریشمچی 5-6 تا برادرم، همین که گفت که ما یه مجله داریم با حوزه علمی قم، چون پدرشون هم صنعتگر بود، کمک میکنیم این مجله در ما پخش میشه، آوردیم مجله به من داد. گفت که پیش از انقلاب گفت شما ما هر روز و هر هفته
یک برنامه نوه خانی داریم و عزاداری خونه خودمون نشونش هم داد، در تقریبا مرکز تهران بود یادم نیست، و این آقای ابریشمچی و این برادرانشون اونجا بودن پیش از انقلاب. حالا شما این آقای ابریشمچی میاد و یه ازدواج ایدئولوژیک میکنه خانم مریم از دانلو. خب این ازدواج ها و این همه چیز رو زیر سوال میبره. آیا اینها جدن از نظر روانی یک تعادل دارند یا نه؟ بعد میفهمیم این سازمان های جاسوسی چقدر این قطعات رو با هم گذاشتن. آقای بنی سعد میاد رئیس جمهور میشه، که منم 30,000 تومان در اون زمانی که بعد از اینکه از زندان سیاسی بودم انقلاب شد و من آزاد کردن، 30,000 تومان برای مجله روزنامه انقلاب اسلامیشون جمع کردم. حالا شما میبینید بنی سعد میاد اون قطعه اون مخره فرانسوی ها با اون افتضاح فرار میکنه. رجوی میاد روز باید به عنوان یکی از به هر حال کسانی که مبارزه کرده و میبایست یک روش ملایمی رو به عهده بگیره، میلیشیا درست کرد، در مقابل ارتش قرار داد و خدا رحم کرد که ارتش رو از هم نپاشیدن. ارتش که میرفت این دیگه هیچی نمیموند از کشور. خب این بحث این مهره هایی که مثل بنی سعد اومد، رجوی اومد، اون افتضاحی که انجام داد، کم به اشرف، اینا هم که هنوز ادامه دارن و اینشون شدن یک عاملی ستون پنجم برای دشمن. حالا بعد از انقلاب یک موضوع بسیار بسیار غم انگیزی که ایجاد میشه، اون حادثه 77 تیره، 72 نفر شهید شدن از جمله بمبگذاری در حزب جمهوری اسلامی. بله بله. خب ببینید، چون من نامم بهشتیه، خیلی روی من حساسن اینجا در اروپا غرب. حالا هم امنیتم یک جوری خانوادگی امنیتم رو اون صورت ندارم، ولی برای من مهم نیست. روی شهید بهشتی زوم کرده بودن، ایشون یک انسان بسیار وارسته و جدا خیلی مظلوم بود، خیلی بدها بدگویا براش داشتن. یک مرد بسیار بزرگوار، بزرگ اندیش، آزادی خواه. خب شما ببینین این سازمان کلاهی، اگر یا کسی دیگه کلاهی بود بمب گذاشت در اون که عاملش بود، اگر اشتباه نکنم یا اون یکی دیگه بود در اون حزب جمهوری اسلامی، آقای سربی اگر کمک کنیم به من الان یادم نیست، ولی اون بله به هر حال اون عاملش از همین سازمان مجاهدین خلق بود دیگه. خب این دشمن خیلی کار کرده بود، گفت شما به هر حال برای که این جامعه رو به باز هم به خشونت و مردم رو در مقابل هم قرار بدین، بیاین اینجا بمب بذارین. از جمله بلند پایه ترین و یکی از با شخصیت ترین اون روحانیت رو، شهید بهشتی رو ترور کنید. من اینجا بودم، میدونستم، دیدم موقع که شهید بهشتی رو ترور کردن با اون شهدای دیگه، اینها چقدر براشون مهم بود. در تلویزیونی هاشون گفتن بهشتی ترور شده. خب یکی ترور کرد؟ سازمان مجاهدین خلق با خدهی سازمان های جاسوسی به ویژه فرانسه، چون اومدن که فرانسه اینها روش کردن، دوباره پادگان دادن بهشون در پاریس. این ادامه پیدا کرد، جامعه ایران تبدیل شد به یه جامعه خیشاوندی، یعنی کسانی رم که میخواستن استخدام بشن یا مقام بشند، اینها جامعه تنگتر شد، آزادی ها بسیار بسیار گرفته شد، در صورتی که میخواستن آزادی ها باشه، احزاب باشن درست مثل اوایل انقلاب و بیان با هم کار کنن، تضارب افکار باشه در دانشگاه ها. گفتن بیاییم یه خشونتی رو ایجاد بکنیم از طرف همین سازمان مجاهدین که تحریک شده بودن و اون بمب رو گذاشتن و این جامعه بسیار بسته شد. گفتن خب ما ببینید چجوری آمدن بمب گذاشتن، یک نوع گزینش های خانوادگی ایجاد شد. خب پسرم بود
مطمئنی بهش بیاد فلان چیز رو به عهده بگیره، مقام رو، فلان مسئولیت رو. جامعه رو بستن در صورتی که سر نخ دست غربی ها بود، به ویژه سه تا کشور آمریکا و فرانسه و انگلیس. خب شما این میاد جلو میاد جلو و گروهی رو دوباره تحریک میکنند. حالا روزها هم در این گروه پیروان دانشجویان پیرو به خط امام، این گروه هم بخشش روزها تحریک کردن. حالا اون احمد مسعود یکی هم بود، اونم با جاسوسی میکرد از طرف سازمان مجاهدین خلق بود که اون چیزش کرد، اعدامش کردن. سید احمد یادم نیست الان. اینها همکاری، یک نوع همکاری با روزها داشتن و دانشجویان تحریک کردن بخشی رو. دانشجویان پیرو خط امام، شما ببینید دانشجوی پیرو خط امام گذاشتن اینها رو اسمشون رو، ببینید چقدر حساب شده. میان باز هم جامعه رو میخوان تنگتر بکنن، مشکلات ایجاد بکنن برای ما، کشور ما. میان یک گروهی ساخته شده و پشتیبانی شده آمریکا، فرانسه و انگلیس. اینها ما مدرک داریم. من 30 سال پیش میخواستم یک مقاله بنویسم در بخش مطالعات وزارت امور خارجه، مقاله هم گفتن نه الان اگر بخواییم ببینیم این دانشجویان پیرو به خط امام چجوری آمدن و اینها، جرأت نمی کنیم. مقاله پخش نشد، این چاپ نشد. بعد حالا میبینیم، میگه اون کسی که جنایت میکنه ببینین جنایتش به نفع چه کسیه، این جنایت رو انجام داده. شما یک با تحریک و سازمان دانشجویان پیرو به خط امام تشکیل میشه، حمله میکنن به سفارت آمریکا. شما ببینید خب آمریکا تحریک داره، یه کشوری یا جاسوسی میکنه، دشمنی داره به کشور ما. خب بعید نیست سفارتش بخشش جاسوسیه، بخشش اطلاعاته. به جای اینکه بیان خب عناصر نامطلوب، آن ترم سیاسیه، اینها رو بیرون بکنند، آمدن حمله کردن. این درست سر نخش خب حمله کردن، من اینجا بودم، حمله کردن. شما اگر یادتون باشه در این عین بمب اتمی برای ایران تبلیغ کردن، مثل اینکه بمب اتمی روی ایران بندازن. اینجا تلویزیون هاشون، مقاله روزنامه هاشون، مجله هاشون ایران، ببینید چقدر اینها وحشیان. سفارت ما که سفارت سیاسی سرزمین ماست حق نداره حمله بکنه. ببینید که روگان گرفتن با چه وضعی. و این ادامه پیدا کرد، ادامه پیدا کرد. دنیا رو بر علیه ما عرب ها رو صدام حسین هم ساخته بودن برای این کار. صدای شما باز قطع شد. بله، صدام حسین هم آماده کرده بودن. شما ببینید چندین حمله به ایران کرد صدام حسین، منتها زمان پادشاه ایران جرأت نمی کرد به ایران حمله بکنه. صدام حسین هم اون قطعه صدام حسین هم ایجاد کرده بودن چینش رو. صدام حسین هم سازمان جاسوسی آمریکا این رو مثل رجوی ها و بنی صدرها اینا رو گرفت. ایشون رشته حقوق در دانشگاه قاهره میخوند، دانشگاه آمریکایی قاهره اگر اشتباه نکنم. دیدن عجب کسی، بیاریمش روی عراق، خشنه، یه حالت قلدوری هم داره، یه کودتایی کرد بر حسن البکر، اومد اونجا و آمادش کردن. دانشیان پیرو به خط امام، دانشیان در از پیرو به خط آمریکا و فرانسه انگلیس، اینها آمدن به سفارت آمریکا حمله کردن. اون سر صدای شما ببینید تبلیغاتی که علیه ایران شد، عرب ها رو ترسوندن، سعودی ها رو ترسوندن، گفتن ببینید اینا چقدر وحشی هن، اگر قدرت پیدا کنن میان همه کشورها رو، شما رو میگیرن، عراق رو میگیرن و این دیگه برای شما غیر قابل تحمله. خب این آمدن با این تبلیغاتی کردن صدام رو آماده کردن و جنگ رو ایجاد کردن، جنگ خونین. 8 سال این کشورهای ما رو زدن. فرانسه آمد 40 میلیارد وام داد، 40 میلیارد فرانک به صدام حسین
وام داد، بعد هواپیمای سوپر استاندارد رو کارخونه‌های استراتژیک ما رو زدن. آمریکا به یک نوعی اون آقای رامزفلد اومد با صدام حسین رو ملاقات کرد که بله ما پشتیبانی میکنیم، شما چراغ سبز داد حمله بکنیم به ایران، حمله کردن. شما ببینید این روند پس از حادثه غمگین 42 خرداد ادامه پیدا کرد تا اینکه جنگ خانمان سوز، این کشت و کشتاری که از این کسانی که طرفدار سازمان مجاهدین خلق بودند در کوزه افرادگرای رجوی بردن و از این ور این افراد از هر دو طرف اینها قربانی شدند، یعنی اون طرفدارانشون قربانی اون تندگرایی و اون مشکلات اخلاقی روانی رجوی قرار گرفتن. بنی صدر هم فرار کرده بود. من یه لحظه گفتم این پاسپورت ایرانی می خودم رو بندازم دور، اصلا انقدر این بد بود و شرم آور بود. موقعی بنی صدر اومد با اون چهرش معلوم بود که آرایش هم کرده در فرودگاه نظامی رئیس جمهوری کشور و بیاد خودش رو اینجا تسلیم کنه و خجالت آور بود. ببینید این روند از اون اشاره تاریخچه خانواده من شاهدش بودن و بعد هم اومد این جنگ رو تحمیل کردن، بعد هم اومد اونایی که این جنگ رو تحمیل کردن موقع دیدن هر دو کشور فرسایش پیدا کرده آمدن جنگ رو حالا تموم کردن، به صدام حسین گفتن که تو باید دیگه ادامه ندی، ایران هم دیگه در بساط چیز نبود، آمدن همون کشورهایی که صدام حسین رو کمک کردن به ایران وام دادن، همون وام ها ریخت در ایران خب و آقای رفسنجانی هم خیلی منابع مالی پیدا کرد و این پولها تبدیل شد به یک بسترهای فساد راندخاری و یک گروه نوعی به نام حالا یک نوع تازه به دنیا به دوران رسیده صاحب کارخونه شدن، صاحب خیلی یعنی منابع مالی پیدا کردن و یک نوع سرمایه دار شدن و امروز این ادامه پیدا کرد تبدیل به فساد شد و این فساد تبدیل شده به یک چالش های اجتماعی امروز کشور ما. یک موضوع بسیار مهمی که اینو یادداشت کردم، شما پدرم نگران بود، گفت که این دشمنان ایران به روحانیت یک کادوی سمی دادن، یعنی بیان و حکومت رو به دست بگیرن، سابقه نداشته، برنامه نداشتن، حتی خود آقای خمینی هم این انتظار رو نداشت که سریع انقلاب بشه و بی برنامه بودن، در صورتی که اصلاح گرایی داشت آقای خمینی. خب یک کادوی بسیار بسیار سمی رو به روحانیت دادن و این روحانیت که یک اعتمادی رو در بین توده مردم داره و یک ستون استقلال ایرانه، شما میبینیم و امروز میبینیم که نسبت به روحانیت مردم یک خیلی بی‌اعتماد شدند. خیلی برای ایران بده، بسیار بده. روحانیت شیعه، حالا ما شیعه و سنی نداریم و کشور کشیده شده به امروز. این چیزی که من حس میکنم، یعنی اینجا میبینم که هدف دشمن اینه که اینقدر که جلو بره. آها، بعد این توانمندی هسته ما تبدیل شد به یک آقای سربی، تبدیل شد به یک تهدید علیه خودمون. شما ببینید این همه تحریم، این همه گرفتاری ها، این همه بدبختی که در ایران هستش،
یه جور روند هسته‌ای رو بردن جلو که تبدیل شد به تهدید تاریخی علیه کشور ما. حالا از من سوال کردین آیا شما در مورد توانمندی هسته‌ای موافقید؟ بله، من پریروز برای یک خانم که مشاوره در خانم سیلوان که در آمریکا هستش، شورای اتلانتیک میشناسم ایشونو، من دو بار باهاشون مصاحبه کردم توی اتلانتیک هستم. بله خانومه الان اسمش یادم نیست ولی بهتون میگم، میدونم کیو میگین شما. ایشون به تو آقای ظریف هم اشتباه کرد، گفت که ترامپ دوباره انتخاب میشه. این خانم گفت که نه، من فرستادم برای آقای ظریف که آقا جون شما اشتباه نکنید، ترامپ برنده نخواهد شد و گروه دموکرات ها میان. این خانم اشاره کرد که آقای ظریف اشتباه میکنه، آقای سیلوان، خانم سیلوان گرایشی نسبت به ایران داره. بله، حتی سفرم کرده به ایران، رفته و آمده و توی برنامه مختلف شکل. آقای بهشتی ببخشید، من اون دفعه گفتم که 90 دقیقه وقت میذاریم با شما، فکر کردم کافی باشه، ولی شما هر صحبتی که میکنید در یک کتاب جدید باز میشه که احتیاج به مطالعه داره. شما روی این توانمندی هسته‌ای در زمان شاه شروع شده، اگه یه مقداری بیشتر صحبت کنید، چون خیلی از دوستان هستن که با وجودی که طرفدار هستن و به اصطلاح خانواده پهلوی رو دوست دارن، اینا نمیدونن که این ماجرای نیروگاه اتمی از زمان شاه درست شد، حتی نمیدونن که آمریکا بدقولی کرد اون وستینگ هاوس، بعد اینا مجبور شدن از جای دیگه بگیرن و بعضی هاشون حتی ببخشید این فراسوی ها هم زیرش زدن. بله، بعضی هاشون حتی از روی کمدانی میگن خب ما که گاز داریم، نمیدونم آفتاب هم داریم، چه احتیاجی به اصطلاح توانمندی اتمی داریم، در صورتی که تو خیلی از کشورها همین شرایط هست ولی اونها دارن استفاده میکنن از به اصطلاح نیروگاه های اتمی و حتی اسلحه اتمی و اینها. این رو یه مقداری اگه شما بیشتر توضیح بدید، پیدایشش، شروعش، قراردادش، تا ما بیشتر آشنا بشیم و بعداً امیدوار باشیم برنامه‌ای باز با شما داشته باشیم تا در مورد اون نظام مدرن و دشمن به اصطلاح چگونه، چون شما صحبتایی که میکنید الان میشه گفت تقریبا همه زیر سوال رفتن، از مسعود رجوی، البته با در قسمت مسعود رجوی، چون من یکی از طرفداران اینها بودم، فکر میکردم که سازمان منسجم و منظمی هست، بعدا دیدم به قول شما اینا فقط تبدیل شدن به یک ارتش استخدامی برای ترساندن این و اون و خودشون هم حتی نمیدونن چه کار دارن انجام میدن. ولی اگه یه مقداری بیشتر راجع به اون توانمندی هسته‌ای توی این 20 چند دقیقه‌ای که وقت داریم صحبت کنید تا دوستان هم برن امیدوارم مطالعه کنن در این مورد، بعد با هم صحبت میکنیم. البته جای آقای دکتر اکبر اعتماد خالص، این حتما شما یه ارتباط باش داشته باشه، انسانیست فرزیخته، ایشون یکی از پایه‌گذاران اصلی توانمندی هسته‌ای. خب توانمندی هسته‌ای درست در 12 سال اگر اشتباه، من توی این نمیتونم زیاد تاریخشش رو چون آمادگی رو ندارم، ولی این چیزهایی که در ذهنم هست، در زمان پادشاه ایران خب متوجه شدن که ایران کشوریست از نظر جغرافیای سیاسی یک تاریخچه بسیار تمدن ساز داره، فرهنگ بالا، غربی ها یک نوع کینه دارند، پس ما بیاییم مثل چینی ها که همخوانی داریم از نظر سابقه فرهنگی و سابقه تمدن سازی، بیایم الگو بگیریم از آقای چون لای، یک مشاور و نخست وزیر آقای ماو بود. اگر این رو بتونیم، توانمندی هسته ایمون رو در کشورمون تقویت بکنیم و حتی برسیم به این که کلاهک هسته ای داشته باشیم یا بمب اتمی داشته باشیم، کشورمون رو از دست غربی ها نجات، یعنی به عنوان یک سلاح پیش گیرنده، یک سلاح بازدارنده.
کسی جرأت نکنه به کشور ما، یعنی برای دفاع نه برای حمله. نه خیر، برای بازدارنده. چینی هم همینطورن. تن چه کشوری حمله کرده به بمب اتمی انداخته؟ آمریکایی انداختن. بعد اون خلبانش هم میگه بعد دستور بودی اصلا هیچ چیزی، این همه کشته شدن، حالا ما آثارش هنوز میبینی، ویران شده شهر، کشته شده. بعد میگه اینجوری، ولی بازدارندگی یک کشوری مثل ایران با جغرافیای سیاسیش، با تاریخ تمدنیش که صلح آورده برای جهان، تمدن آورده، هیچگاه کشتار جمعی نکرده، برای غربی ها نمیتونی کشوری مثل ما قوی بشه. میزنمش. مگر نمیزنم؟ مگر امروز ما رو نمیزنم؟ مگر نزدم؟ خب میاد میبینه که بله، آقای افکار رفتن در آمریکا دوره دیدن، اون بخشی که در دانشگاه تهران ایجاد میکنن، اون بخش توان بندی اورانیوم، ارزش اورانیوم میبرن بالا، غنی‌سازی، غنی‌سازی، بله غنی‌سازی در یک منطقه از دانشگاه تهران ایجاد میشه. اون کسانی که دوره دیدن در کشورهای گوناگون میان این رو پارو بر میدن. بعد نیروهای بوشهر رو آلمانی ها باید بسازن، اینا خیلی برای کشوری، برای ایران به ویژه با ویژگی های جغرافی و سیاسیش، تمدن سازیش، اینا وحشت میکنن. من نمیتونم وارد جزئیاتش بشم چون این آیه دکتر اکبر اعتماده که میتونه تو این زمینه ها، حالا اگر بتونه بگه، تو این چیزهایی هم نمیتونه بگه چون جزء اسراره، حالا شاید هم بخشی از اسرارش سوخته شده دیگه، چون اگر این ایشون مطمئنن سوخته نشده بود اطلاعاتش، اینو ترور میکردن، به هر حال ترور میکردن. مگر چند تا دانشمند ما رو ایران ترور کردن؟ چند دانشمندان هسته‌ای رو؟ آخرش این آقای فخری زاده بود. این دشمنی با حاکمیت نیست، با یک جمهوری اسلامی نیست، دشمنی با ایرانه، به بچه های ایرانه. خب زمان شاه میاد میگه خب من میخوام خودم رو ببرم بالا، از اقتصادی نفت دارم، یک نظام درست کردم، یک ارتش نوین درست کردم، مردم رو دارم باسواد میکنم. خب اگر من این کاخ رو اینجوری درست کنم، خب این دزدا هستن، راهزنا هستن، غربیا هستن، خب من باید یک توانمندی دوران خودش رو، دوران خودش توانمندی هستی داشته باشم، بازدارنده. اینو فهمیدم و شاه، این پادشاه ایران این افکار داره، این افکار ملی‌گرایی باستانی. من کوروش بزرگ، کوروش به خواب ما بیداریم، و این حسیت ملیت ایرانی رو تقویت میکنه. روحانیت هم از اونور آماده است که بیاد همکاری بکنه. اینا همه میخوان یک گروهی رو تشکیل بدن، یک اتحادی رو تشکیل بدن، توانمندی هسته‌ای است. خب اینا رو میان دیگه آوردن و تبدیلش کردن به یک توانمندی خیلی با ارزش هستی، این بچه های دانشمند ایرانی که برخیشون در آمریکا درس خونده بودن، برخیشون در خود ایران آموزش خوب دیده بودن، از کسانی که آموزش داده بودن در برون مرزی آموزش دیده بودن. و این وحشت کرد از این، گفت پادشاه ایران این وضع اقتصادی رو داره خوب میکنه، مردم یه شخصیت ملی به کشور داده، از پیش از اسلام داره افتخارات پیش از اسلام رو، دوران هخامنشی و پادشاهان ایران رو داره برای مردم بازگو میکنه، حتی یاد بود درست کرد، اون نخستین اعلامیه حقوق بشر رو یک ستونهای یاد بود در هر شهر زدم، اگر شما یادتون باشه. بله. بعد هم تخریب کردن دیگه اینها رو. و یک چیزی رو که من پریروز دیدم، آقای خلخالی بود، اینو یادم نره، بسیار مهمه. آقای خلخالی 15 سال قبل از انقلاب آمده بود خونه آقای آیت الله پسندیده، خدا رحمتشون کنه، در قم هم خونه داشتن، برادر آقای خمینی. بله آقای خمینی، خدا رحمتشون. ایشون با
آقای خلخالی آمده بود در خونه آقای پسندیده. پدرم هم اومده بود. پدر من درست چندین سال پس از انقلاب، شاه، پادشاه ایران، برای اینکه این انگیزه خودش رو، این وفاداری خودش رو به روحانیت، به اسلام نشون بده، یک قرآن چاپ کرد، قرآن مجید چاپ کرد. نمیدونم شما یادتون هست یا نه. بله بله، اصلا قرآن آریامهری. آفرین آفرین. در خمینی کسی جرأت نمیکرد بره، در شهر آقای خمینی جرأت نکرد، چون میوبردن به دروازه شهرها و یکی روحانیت و یک گروه معتمد شهر میامدن و قرآن رو اونجا میگرفتن. در یک چیز بود، در یک قاب بود گذاشته بودن و اینو میبردن در مسجد جامع هر شهر. شهرهای دیگر یادم نیست. پدر من رفت و قرآن رو گرفت، چون میدونست که اینها تمام تلاشیست که شاه، پادشاه ایران فهمیده که بلایی میخوان به سر خودش در بیارن، به سر مملکت در بیارن، چه بلایی به سر ایران در بیارن، و بعدش رو دیده بود. اومد قرآن رو به نام قرآن آریامهر چاپ کرد و اوورد، و پدر من اوورد در مسجد جامع خمینی گذاشت، مسجد جامعی که پدران بزرگ من ساخته بودن، پدر بزرگ مادری. خلخالی اونجا بود، میگه یک تندی داشت به پدر من، گفته شما رفتین قرآن، یک واژه‌ای گفته بود که نمیتونم یادم نیست چی گفته، ولی واژه بسیار سختی. آقای پسندیده به احترام به پدر من داشت، خدا رحمتش کنه، عجب مردان بزرگی بودن. آقای پسندیده میبینه که نسبت به پدر من تند شده. آقای خلخالی میره میگه که آقای خلخالی، شما خوش آمد میامدید اینجا به خونه ما، ولی از این لحظه شما حق ندارید وارد بیت ما بشید. این سخنی که شما با آقای بهشتی کردید قابل گفتن نیست و نمیتونم من تکرارش بکنم، فقط شما پاتون رو در خونه من نذارید. این پدر من تعریف کرد چرا قرآن پادشاه رو که آورد و در مسجد جامع خمینی گذاشت. حالا میخوام شاخه به شاخه بشم، میخوام خدمت شما عرض بکنم. ببینین دشمنانه، ببینین آقای سوری، کسانی که مردمی که دشمنان و دوستانشون رو نشناسند، دشمنانشان سرنوشت اون مردم رو تعیین میکنند. این وضعیت کشور ماست. کشوری هستیم که نیمه قربانی، مردمی هستیم نیمه قربانی و نیمه همدست. نیمه قربانی این که قربانی تمامیت خواهیه و این خشم و خشونت غرب شدیم و خودمون هم تقصیر داریم. تقصیر داریم. چرا؟ شما ببینید زمان صفوی میاد، صفوی رو انگلیسی‌ها کمک کردن، از زیرش در رفتن، از زیر اون سلطه انگلیسی‌ها خیلی آباد کردن کشور اصفهان نمونشه، شیراز نمونشه، اون زمان صفوی، و میخواستن از زیر یوغ انگلیسی‌ها در برن. خیلی هم خوب کار کردن، شاه سلطان حسین آخوند سازی کردن، یک شارتان حسینی رو آوردن و اونجوری ایران از هم پاشوندن، بخش قفقاز و حالا هرات اگر یادم باشه کنم زمان صفوی از هم پاشیده شد، از ما گرفتند. شما ببینید حالا من نگران اینم برای فردای ایران که هدف غرب روپاشی ایران، سرزمینی ایران. یه دوستی من دارم آقای فرجام ایجامی، در همین دانشگاه دانشکده آمریکا کار میکنه، دانشگاه ایران شناسی، و ایشون به نام ایران شهری یک کار بسیار بزرگی کرد با آقای طباطبایی که دخترشون هم الان مشاور وزارت امور خارجه است. آقای طباطبایی دخترشون مشاور همین آقای وزیر امور خارجه آمریکا است. اینها در مورد ایران شهری آمدن صحبت کردن، باز هم این فرهنگ ایران شهری رو به ایران، اینها مورد مسائل امنیتی پیدا کردن. حالا
یکی دیگه که شناخته شده نیست در مجامع ایرانی آقای سید حمید مولانا است. اسمشو شنیدین؟ در دانشگاه آمریکا هم کار میکنه. متاسفانه نه. بله، سید حمید مولانا یه دانشگاهی است در آمریکا که اینها رو میارن، یا بو زمان شاه بورس داشت، اینها رو میارن جاسوس خودشون میکنن، یک نوع فکرشون رو به خودشون میکشونن. ایشون آمد که کسی بود که احمدی نژاد گفت بله ما باید کسی ناشناخته بیاد و رئیس جمهور بشه، سابقه نداشته، سابقه فکرشو نداشته باشه مثل اوباما. و ایشون رو بخشی از کسی که آمد و توصیه کرد به حاکمیت که یک کسی مثل احمدی نژاد باید بیاد و بشه کاندید رئیس جمهوری، نامزد رئیس جمهوری، ایشون کسی بود، سید حمید مولانا. اونم پیشوند سیدی رو شما در ایران مورد اعتمادن سادات. خب از این پیشوند سیدی مثل سید ابوالحسن بریست، مثل این، ایشون به احمدی نژاد میگفت که شما باید برای اینکه آمریکایی‌ها رو از اونجا خارج بکنید بیاد حمله بکنید به عراق. تا این حد پیش رفت. بعد ما گفتیم آجون این سید حمید مولانا برای من ایران بودم، آقای سربی یکی از این نزدیکانش فهمیده بود من اومدم ایران، یکی از مشاوراش، یک و یک اونجا بنیادی هم درست کرد، چه پولهایی هم برد آمریکا این سید آقای حمید مولانا، میلیاردها. بعد ایشون یک کتاب نوشته بود، نوشته بود آمریکا، کتابش هم نوشته سید حمید مولانا، آمریکا و آمریکا شناسی و فلان، این آمریکا باید چیز بشه، خورد بشه، این آمریکا باید خراب بشه، از بین بره، نمیدونم شک تیکه تیکه بشه، فلان. تو همین کتابش. ببخشید گفتید ایشون بله. توی آمریکا هم هست؟ بله، همین الان، همین الان. خیلی جالبه، حتما حتما من تحقیق میکنم در برنامه آینده. عجیبه شما نمیشناسید. بله الان که شما میگید یه چیزایی یادم میاد، ولی نمیخوام به اصطلاح اینفورمیشن غلط و اشتباه چیز کنم. این کتابش آقای... رو بردن برای من، گفتم ببینید این کتابش میگه آمریکا باید ویران بشه. این دو روز سه روز بعدش سفر میکنه میره تو دانشگاه واشنگتن درس میده برای دانشجو، یا این خیلی معجزه سیدی داره. میاد کتابش در ایران دید، در آمریکا سیاه نمیبینه، سازمان جاسوسی نمیبینن، این محو میشه کتابش. بعد میره سه روز، یه هفته بعدش، حالا سه روز چهار روز بعدش کتابش میره میشینه دانشگاه آمریکا، دانشجوهاشو درس میدن دانشگاه آمریکاییشو. این باید یه معجزه داشته باشه. آقای بهشتی آیون ببخشید، ما با آخر یعنی 10 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم. من اولا از شما میخوام خواهش کنم از اون آقای دکتر اعتماد از طرف ما دعوت کنید، و اگر اینفورمیشن ایشونو بدید من خودم هم شخصا از طریق ایمیل یا تلفن دعوتشون میکنم تا درباره اون توانمندی هسته‌ای با ایشون صحبتی داشته باشیم. ولی شما در تمام مدت این صحبتاتون از اول پیدایش جمهوری اسلامی و دنباله اون صحبتی که پدر شما گفته که این غربی ها یک کادوی سمی به آخوندها یا به اصطلاح حکومت روحانیت دادن، پس خودمادی خودمون هستیم خودمون. بله بله همونو میخوام بگیر. اینها کجا بودن؟ خواب بودن؟ بیدار بودن؟ چرا متوجه نشدن؟ ببینید دایره بزرگی نبود اول که بتونن آقای بنی صدر رو داخل کنن، بتونن مسعود رجوی رو وارد کنن، و نشون میده که مثل اینکه روحانیت هم اون موقع در یک خواب غفلت بوده. و من فکر میکنم شما هنوزم باور دارید که حاکمیت در دام اونها افتاد و افتاده، این درسته؟ بله ببینیم، ارتباط دارم خیلی با روحانیت بلند مرتبه، آیات بزرگ، به یک نوعی. حالا شما ببینید روحانیت در ایران یک نقش بازدارنده داشت، یعنی یک کسی خطا میکرد میترسید در قم یک فقیه، یک آیت الله بزرگ، این اجازه خطا به خودش نمیداد، به نقش بازدارنده داشتن، یعنی نقش ناظر وزارتگر. خب روحانیت آمد میخواست هم خودش ناظر باشه و هم خودش عامل باشه، نمیشه. شما مثل که یکی کارگردانه،
میخواد هنرپیشه هم بشه، خب نمیتونی، جور در نمیاد. حتی شما، خب این انقلاب قابل پیشبینی نبود به این سرعت پیش بیاد. اینها غربی ها خب یک نوع با آقای قره‌باغی گفتن ارتش باید بی‌طرف بمونه. من اونجا زندانی سیاسی بودم، 20 روز قبل از انقلاب در بوشون من آزاد کردم، من میخواستم ببرن چون تمرد کرده بودم. گفتم میدونستم کسی که داره میکشه، سربازی که داره میکشه، مردم رو داره میکشه. از کجا اینو نشأت گرفته این خشونت ها؟ و من میبایست برم یک ماه پیش از انقلاب دادگاه نظامی مشهد، اونجا اعدام میشدم. یعنی تمرد کرده بودم، زندان بودم، هم بازداشت بودم هم زندان. تا 20 روز قبل از انقلاب ارتش بود قره‌باغی، خدا رحمتش کنه، ایشون گفت که ارتش باید بی‌طرف بمونه. یعنی یک نوع با آمریکایی‌ها سازش کردن گروه آقای بازرگان و هیچ آمادگی نداشتن، خدا رحمت کنه آقای بازرگانو. خب آقای وزیر امور خارجهشون هم خودشون گفت ما فکر نمی کردیم که به این زودی، یعنی تلاش کرد غرب خشونت بیاره و اون جایی که همه باید شناخته می شدن، روحانیت در برابر یک مسئولیتی گذاشته بودن به عنوان رهبریت آقای خمینی که قابل پیش بینی نبود. یعنی این چیزی روشون نداشتن، این نه آمادگی داشتن و این انتظارم نبود. یهو نه برنامه میان، خب میخوان، خب خوشبختانه ارتش رو میخواستن نتونستن منحل بکنن و این ارتش، این سازمان مجاهدین در خط گرفته از سازمان جاسوسی فرانسه، حالا هم همینن، از گروه های انگلیسی، سازمان های جاسوسی انگلیس آمریکا. حالا شما دردسر براتون ایجاد نشه، ما هم اینجا مشکل نداریم، میگیم سازمان جاسوسی آمریکا، حالا شما رو خدای نکرده به عنوان یه عنصر نامطلوب آقای سوربی، ولی شما میهن پرست شیراز و آب و هواییش، شما خودتون رو دادین به سپردین دیگه به تمام اون چیزهای بادهای هولناک. خب شما ببینین ارتش اگر منحل میشد دیگه هیچ، اصلا ایران هزار تیکه شده بود، یعنی انتظارش رو داشتم. الانم غربی ها من یک روز به یک مقام بزرگ مملکتی عرض کردم شما نه جنگی به ایران تحمیل خواهد شد، هیچ جنگی نخواهند کرد، بدترین ضربه به ایران تحریمه، مردم رو آزرده بکنن در ایران و یک شورش همگانی، گروه های جدایی طلب هم آماده کردن، علی احوازیت، اون کردهایی که در اینجا تقویت شدن، البته اینا کردها همیشه به ایران اتحاد دارن، عرب ها ایرانیت خودشون رو افتخار میدونن ولی تحریک میشن دیگه، یه از این پول میدن مثلا گروه های تقریبا مثل منافقین، هنوز اینها خودشون رو چیز نکردن، رو نیاوردن. خب این تمام اینها میخواد تبدیل بشه به یک فروپاشی ایران. خب خدای نکرده چه جای جایگزین میداریم، فرزند شما ببینید، خانواده آقای خمینی همه اینها آسیب دیدن، آقا سید مصطفی ترور شد، آقا سید احمد آقا یک نوع از دنیا رفت، مشخص نیست، و خانواده پادشاه ایران دو تا از فرزندانش ایشون اینها چیز شدن، اینها خودکشی کردن. فرزندش آقا رضا، آقای رضای پهلوی، ایشون دچار مسائل خیلی روانی شده، خب یه مدار پول دارم هست، اینا دوره برای چم میشن. شما، من دختر ایشون رو دیدم، برای من فرستاده بودن دختر آقای رضای پهلوی رو، رفته بود در یک دانسینک شبانه و چه عرازل اوباشی، خب مشهورم خورده بود، با چرا عرازل اوباشی داشت دختر پادشاه، دختر نوه پادشاه و داره میرخصه، نمیدونم دیدین یا نه این رو. بله بله بله، ایشون مدلینگ هم میکنه اینجا و شما میبینید خب این دشمنه، اون ایرانیه، اون پدر شاه خدا رحمتش کنه ارزش ایرانی رو داد، نسبت به شیعه علاقه من بود، تمام خانواده شون رضا بود، یک پسفند یا پیشفند رضا دارن، مشهد میرفت، زیارت میرفت، خانمش، خانم فرعی پهلوی، خانم فرعی دیبا،
رئیس دفترشون آقای دکتر حسین نصر بود، از سادات بود. شما ببینید این خودشون هم از ساداتن، خانم فرای پهلوی. شما ببینید دشمن چطور میاد و ما رو در برابر هم قرار میده، چقدر خشونت کینه بین ایجاد کرده و این کینه ها تبدیل میشه به این که اگر یک روز خدای نکرده چینی ها میترسند این قرارداد 25 ساله رو با ایران بستند، میترسند مشکلات امنیتی در ایران پیدا بشه و ایران از فروپاشی ایران میترسند، چون ایران فروپاشی در افغانستان داره فروپاشی کرده. ناتو ماشین جنگیش اومده، سربازش هم فرستاده، همه بلا رو به سر افغانستان در آوردن، کشت طالبان هم آوردن، اون کشت تریاک هم درست کردن، جووناشون فرار میکنن، پیرو کرتالا موندن، یه ده اسلحه میاد از این ور از اون ور و تازه فهمیدیم که آجون در افغانستان که خراسان بزرگه 310 قومیت داره، روی هر شناسنامه‌شون هم بده قومیت. شما ببینید چقدر آماده کردن افغانستان رو برای فروپاشی، این کار شده رو 40 سال. شما چشم ابروی ماها افغانی‌ها نیستن اینقدر خرج بکنن. تنها در زمان تنها جنرال 5 ستاره‌ای که در برون کشور، حالا در آمریکا نمیدونم ترور شده یا نه، در برون کشور ترور شد در افغانستان بود که یک سرباز افغانستانی یک جنرال بلند 5 ستاره آمریکایی ترور کرد. سرباز یادتون هست؟ ببینید بعدا من دیدم نیوزویک رو میخوندم، عکسای جنرال ها رو از پشت میذاشتن، رو سر سهرهشون نمیذاشتن که شناخته نشن. شون در میلیاردها خرج کردن افغانستان، پاکستان رو آمدن از هند جدا کردن، نامش گذاشتن پاکستان. یعنی شما هندی ها با 600 میلیون مسلمان نجسی، افغانستان از فغان و زاری میاد، خراسان بزرگ افغانستان گذاشتن. حالا هم یکی رو دارن میپاشونن، انشاءالله نوبت ایرانه. چینی ها هم خیلی وحشت دارن که اگر مشکلات امنیتی در ایران ایجاد بشه، مترکشش به چین میرسه. چین هم یه باره که راهی از افغانستان انگلیسی ها درست کردن، یه راهی هم چینی ها ساختن، نیمه کاره هنوز تموم نشده. خب ایران الان، افغانستان خیلی نگران کننده است برای چین، برای روسا هم همینطور. روسا هم میترسن، بازی میکنن، ولی چینی ها میدونن قرارداد 25 ساله رو بستن که امنیت ایران دوچاره خب امنیت که بشه، مثل همسایتون میگه خونتون، همسایتون هر چه دشمنش باشین آتیش که بگیره میرین آتیشش خاموش میکنین، چون میرین آتیشش خونه شما رو هم میگیره. و اینها افغانستان اینجوری درست کردن. پاکستان هم یک نوع دارن باش بازی میکنن به وسیله طالبان، و ایران هم اینجوری دارن بازی میکنن، اینقدر نارضایتی مردم ایجاد کردن و نگران کنند شده برای، چون من دوستان خوبی چینی دارم، در سطح عالی دارم، یک بار وزیر مشاور اقتصاد چین در اینجا در یه نشستی من داشتم اتحادیه اروپا، گفت شما ایرانی ها خیلی با هم همخوانی داریم، شما یک ملت دولت ملت نیستیم، ما یک دولت فرهنگی، یعنی به جامعه جهانی کمک کردیم و غربی ها نمیخوان، غربی ها استعمار میخوان، خشونت میخوان، بیان ببرند مواد اولیه، ببرند ما رو تأخیر بکنن. و این رو به من گفت، منم فکر نکرده بودم. شما ببینید چینی ها وحشت قرارداد 25 ساله که با ایران نظامی میبندن، البته بخشش هم هنوز مشخص نیست، درست هم هست، میترسن که ایران دچار مسائل امنیتی بشه و هیچ جایگزینی نداره، جایگزین حاکمیتی رو اصلا به وجود نیاوردن. نوه فرزند پادشاه ایران آقای رضا پهلوی، ببینید خودش به گروهی درست کردن، خونم بردنش به پوز رجوی، گروه‌هایی هم درست کردن که اینها به هر حال بهانه میگیرن، جدایی طلبن از نارضایتی مردم. شما ببینید کشور رو آماده کردن برای فروپاشی سرزمین. امیدواریم که برنامه‌شون اجرا نشه. آقای بهشتی، من می‌خوام از شما قول بگیرم که بازم با هم باشیم تا در این باره، مخصوصا چون شما به چین هم چند بار اشاره کردین و در برنامه قبل که با هم بودیم اون اژدهای چین و شیر ایران رو به اصطلاح بسازه. اژدهای شیرینی از دست مورفت مورد پدر ما رو نره. حالا شیر ایرانی هم بیاد، مرز افغانستان هم مرزی هم که نداریم، همکاری بکنه و بیاد، اصلا دنیا رو از دست ما میگیرن. این وحشت کردن شیر ایرانی از خواب بلنش بود. پادشاه ایران یک شیر ایران، یک حال این حالت رو داشت و
همگرایشی با آقای خمینی داشت، با روحانیت میخواد ایجاد بکنه، اشتباهاتش رو رفع بکنه، اینا همه تمام توطئه‌های تئوری توطئه نیست، واقعیتی است که ما داریم میبینیم. یعنی کسی نمیتونه پیش از انقلاب، حالا پیش از، حالا من شورش میگم، انقلاب میگم، و اینجوری ادامه پیدا بکنه، روند به اینجا کشیده بشه که ایران بترسیم، که ایران فروپاشی سرزمینی پیدا بکنه. این کار شده روش. ممنونم از شما آقای بهشتی، متاسفانه باید بریم و قول بگیریم از شما برای برنامه‌های آینده، و از دوستان هم بخوایم که این برنامه‌ها رو اگر میبینن، سوالی، نظری دارن، اونها هم میتونن سوالاتشون رو مطرح کنن تا باز هم در این مورد صحبت کنیم. من شخصا از شما بسیار ممنونم که با ما بودید، و از دوستمون هم که لطف کردن ترتیب این ارتباط رو دادن تشکر میکنم، و امیدوارم در برنامه‌های به آینده با به اصطلاح امکانات بهتری با دوستان بیننده و شنونده باشیم. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم، آخر هفته خوبی داشته باشید. سپاسگزارم آقای توربین. فقط یک موضوع رو میخوام خدمت عرض بکنم. من نام بردم از دوستی که اینجا کمک ما کرد. بله. این عمومی نشه، چون ایشون به هر حال محدودیتی دارن. بله. اینجا چشم، بالاخره ایشون لازم اومد. بله، بسیار ممنون، پاکش بکنید. چشم، ممنونم، متشکرم آقای توربی. به خداحافظی میکنم از بینندگان و شنوندگان، حالا در فضاهای اجتماعی هم هستن، گروه های اجتماعی. بله بله. و این خوست نیتی که نسبت به ما دارین آقای سوربی، انشالله یک روز برین شیراز سفر بکنید. بله. خوشحال شیراز، آب و هوای شما دیگه مرکز تمدن ایران هست. ممنونم، همه ملک ایران سرای من و شماست، و امیدوارم بتونن همه ایرانیا به خوبی و آزادی برن و بیان و خاطرات خودشون رو با دیگران هم تقسیم کنن. خیلی ممنون که با ما بودید، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. خدا نگهدار و وقت شما بخیر آقای سوری. با امید دیدار، مرسی. سلام. خیلی ممنون دوستان عزیز. خدا نگهدار. مرسی دوستان عزیز، با آقای دکتر پروفسور ابوالفضل بهشتی بودیم. ایشون در اروپا هستن و اتاق فکرهای مختلفی، امیدوارم ما بتونیم و این شانس رو داشته باشیم که از ایشون و دوستان ایشون و دیگران که ممکنه حتی با ایشون هم فکر نباشن استفاده کنیم، و من و شما پس از شنیدن صحبت‌های این دوستان به فکر فرو بریم، تحقیق کنیم، و بعد از تحقیق به اون حقیقت و یقین برسیم. خیلی ممنون که با ما بودید، برنامه‌ها رو پی میگیریم. روز و روزگار بر شما خوش.